دوستان گرانقدر به درس روزی 19 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. امروز روی یک موضوع جدیدی برنامه کویک بوکس میخوام با شما صحبت کنم که عبارت از شیر کردن کمپانی فایل کویک بوکس روی شبکه محلی، یا اگر در انگلیسی بگویم How to set up multi-user network for کویک بوکس desktop and local area network. اگر شما بخواین که کمپانی فایل کویک بوکس تان را که تا دیروز ما شما به شکل سنگل یوزر کار میکردیم، اگر شما بخواین او را روی شبکه محلی برای ملتی یوزر اکسس شیر کنین، این کار ما شما چه قسم انجام داده میتونیم، روی از این موضوع امروز ما شما صحبت میکنیم. خب در اینجا یک تصویر است، من ای را باز میکنم شما ببینین. ایر شما فکر کنین که یک دفتر است. در این دفتر در بخش مالی 3 نفر کار میکنن. یک نفر اولش که است فایننس دایرکتر است، دومش فایننس آفیسر، سومش که است فایننس منیجر است. این فایننس دایرکتر که است در کمپیوتر خودش که بنام پی سی 1 یاد میشه، در کویک بوکس یک کمپانی فایل جور کده به خاطر کمپانی خود که ریکارد روزمره مالی خود دونمو کمپانی فایل چی میکنه؟ ثبت میکنه. تعداد کارمندای اینمی فایننس دایرکتور زیاد شد و نیاز شد که چندین نفر در برنامه کویک بوکس کار کنه و دیتا رو در برنامه انتر کنه در کمپانی فایل. فعلا اینی نفر که است در کمپیوتر خود کمپانی فایل جور کرده، کمپانی فایل اصلی کمپانی خودشان که است در پی سی 1 که پیش فایننس دایرکتور است جور کردگی است. اینا میخواه که اینمی کمپانی فایل روی شبکه محلی شیر کنند تا بتانه که دیگه دوستا و همکارایشان هم همزمان از اونمو کمپانی فایل استفاده کنه و یا استفاده کرده بتانه و دیتا را از طریق اونمو یوزرش که پیش خودش هست دینمی کمپانی فایل چی کنه؟ انتر یا ریکارد کنه. خب طریقه چه رقم است؟ ببینین اگر شما بخواین که اینمی کار انجام بدین، اول باید شما شبکه داشته باشین، لوکال ایریا نتورک داشته باشین. ببینین این فکر کنین یک دفتر است، 3 کامپیوتر است با هم وصل است، پی سی 1 پی سی 2 پی سی 3 3 کامپیوتر است. کامپیوتر اول دوم سیم از طریق یک سویچ با هم وصل است. شما میتونین که کامپیوتر را از طریق سویچ هم با هم وصل کنین، از طریق وایرلس راوتر هم با هم وصل کنین و از طریق اکسس پوینت هم شما میتونین که چندین کمپیوتر را با هم وصل کنین و یک شبکی محلی را ایجاد کنین یا لوکل ایریا نتورک جور کنین. خب اینی کمپیوتری که شما میبینین که دیمی کمپانی فایل اصلی برنامه کویک بوکسی امو کمپانی وجود داره یا جور کده گیسته، برزی ما آی پی دادیم 192.168.1.192.168.1.1. این یک آی پی ادرس است که به اینمی کمپیوتر ما داریم. کسایی که نتورک خوانده ای را میفهمه چی قسم به کمپیوتر آی پی بده، ای 192.168.1.1 چه قسم آی پی است، مربوط کدام کلاس میشه، ای مربوط نتورک میشه. کسایی که آی تی است اونا میفهمه. اگر شما بخواین که کمپیوترها با هم در یک شبکه با هم صحبت کنه، برای صحبت باید ما آی پی ادرس بدیم که آی پی ادرس اینمی کمپیوتر که است اینمی است. ای کمپیوتر دومی که به خاطر فایننس آفیسر است، هر کس که است به نام فایننس آفیسر در کمپیوتر کار میکنه، برای ما آی پی ادرس دادیم 192.168.1.2. از او یک بود، از این دو شد. گیتوی کمپیوتر که است آی پی اینمی پی سی 1 دادیم 192.168.1.1. به مو شکل به پی سی 3 کی فایننس منیجر از کمپیوتر استفاده میکنه، یک آی پی دادیم 192.168.1.3 و گیتوی از ای اردویش کس یکسان است. گیتوی از ای کس آی پی ادرس پی سی 1 است. اگر شما از وایرلس راوتر استفاده میکنین یا از اکسس پوینت استفاده میکنین، شما باز دو تو حالت کس د گیتوی ار سی کمپیوتر کس ام د کم پی سی 1 د پی سی 2 د پی سی 3 کس تا آی پی ادرس اونمو وایرلس راوتر یا اکسس پوینت ارد میکنین یا نوشته میکنین، یعنی در گیتوی پی سی 1 پی سی 2 و پی سی 3 آی پی ادرس اونمو اکسس پوینت کس یا وایرلس راوتر کس از زمیر نوشته میکنین. و اگر سویچ است نیاز نیست که شما
چون سویچ ها که بعض یک دست سویچ ها که او آی پی میگیره، یک دست سویچ ها که آی پی نمیگیره. این سویچ که بیسیک سویچ است، برای ما آی پی را ساین نکرده و آی پی میگیره، به او خاطر ما در این پی سی 2 و پی سی 3 که است گیتوی را از پی ادرسی پی سی 1 را اد کردیم. پس وقتی که این کار شما کردین چی میکنین؟ شما اینمی کمپانی فایل در اینمی پی سی 1 که وجود داره ای را باز میکنین، میرین در برنامه کویک بوکس ملتی یوزر اکسس یا کویک او را انیبل میکنین، ملتی یوزر مود در برنامه کویک بوکس شما انیبل میکنین. وقتی که ای را انیبل کردین، بعد از او از طریق یک سافتویر دیگه، یک اپلیکیشن دیگه که امرای کویک بوکس میاد به نام کویک بوکس دیتابیس سرور منیجر، از طریق از او شما او را در روی می کمپیوتر شیر میکنین. که شیر کردین باز اینمی پی سی 2 و پی سی 3 که هست میتونه از طریق اینمی آی پی ادرس که از می کمپیوتر است او را اکسس کنه. درن میره در پی سی 2 یا در پی سی 3 اینمی آی پی ادرس آرت میکنه، نوشته میکنه، انتر کلیک میکنه، بعد از او نمو پی سی 1 باز میشه، یوزر پاسورد اس پیش میخواد، این نفر و این نفر میتونه همزمان از این کمپانی فایل استفاده کنه. اگه این باز کرده باشه، این باز کنه یا این باز کرده باشه فرق نمیکنه، همزمان میتونه از این نفر از این کمپانی فایل استفاده کنه. خب این یک تشریح بود به شکل تصویری. ما حالا چی میکنم؟ میایم به شکل عملی را براتون نشون میدم. شما ببینید در اینجا امرای ما یک ورچوال ماشین است. در این ورچوال ماشین ما سه کمپیوتر ایجاد کردیم، یکی از کمپیوتر اول ما است، یک کمپیوتر دوم ما است و یک کمپیوتر سومی ما است. کمپیوتر اول ما که است به نام کویک بوکس سرور یاد میشه، اینی کمپیوتر که است. در اینجا کمپانی فایل اصلی کمپانی ما در اینجا است، ببینید کویک بوک کمپانی یا کمپانی فایل، این فولدر که دابل کلیک کنین کمپانی اصلی ما در اینه میشه قرار داره که به نام ای بی سی یاد میشه. و این دو کمپیوتر دیگه که هستا، ای پی سی 2 و پی سی 3 که هستا، اینا میخواه که از طریق شبکه محلی یا لوکال ایریا نتورک که هستا اینمی بینمی کمپانی فایلی که دینی کمپیوتری که به نام کویک بوک سرور هستا این از طریق نتورک شیا اکسس کنه. اول شما ببینین ما دینامی کمپیوتر که از چی میکنم، اینمی کمپانی فایل کویک بوکس خود باز میکنم، فولدر دبل کلیک کردم، در اینجا آمدم به نام ای بی سی کمپانی مسیر باز میکنم. خب صحیح شما ببینید کمپانی فایل ما باز میشه، البته کمپانی فایل اصلی ما در کمپیوتر اولی که به نام کویک بوکس سرور یاد میشه که او را رئیسی امی شرکت استفاده میکنه. خب شما بین چون کمپانی فایل اصلی است باید از طریق یوزر ادمین اکسس شوه. پاسورد از چیست؟ ما پاسورد خود نوشته میکنم، چیزی که پاسورد شما داده باشین اونم رو باید نوشته کنین، بعد از اوکی کلیک میکنم. شما ببینین کمپانی فایل ما دیگه برای ما چی میشه؟ باز میشه. اول بر شما میخوام که به شکل یک مثالی را واضح کنم، یک عملی کار کنم که چه قسمی می شیرینگ کویک بوکس کار میکنه در شبکه محلی. اینجا ببینین ام یک کمپانی فایل است، یک کمپانی فایل است دی کمپیوتر د پی سی 1 باز شده که یوزر کی استفاده میکنه به نام چی یاد میشه؟ ادمین یاد میشه. د اینجا اگر شما ببینین ما چی کردیم، د فایل آمدیم روی سویچ تو ملتی یوزر مود کلیک کردیم، فلن کیس ملتی یوزر مود است، تا که شما ملتی یوزر مود انیبل نکنین برنامه کویک بوکس دیگرا از طریق لوکل ایریا نتورک یا شبکه محلی او را استفاده کردن نمیتونه. خب این کار خود یک کمپیوتر شده و ما کار دیگه که در یک کمپیوتر کردیم، برای زمین کمپیوتر ما آی پی ادرس دادیم. بیاین شما چه قسم آی پی ادرس پیدا میکنید؟ در اینمی روی اینمی نتورک هست، ایجا رایت کلیک کردم، اوپن نتورک این انترنت سیتنگز رفتم، در اینجا که آمدم در پایین در اینجا آمدم چینج ادپترز آپشنز، در اینجا آمدم و روی اینترنت زیرو رایت کلیک کردم، در پراپرتیز زیرو رفتم و بعد از شما ببینین در انترنت پروتوکول ورژن 4 آمدم، در اینجا ببین ما برازی ای پی دادم، ای پی ازی چیست 192.168.1.1 است و ای سب نت ماسک شست گتوی نداره، چونی کمپیوتر اولی است سرور است که از طریق اینمی ای پی ادرس دیگه کمپیوتر ای را باز اکسس میکنه. خب این کار که کردیم باز آمدیم چی کردیم در کمپیوتر دیگه در پی سی 2 در اینجا هم ای پی دادیم. اگر شما میخواین که ببینید آی پی زیرا روی اینمی نشان نتورک رایت کلیک میکنم، اوپن نتورک انترنت سیتنگز، در اینجا باز مثل سابق قاری میم در کدام جای در چینج ادپتر آپشنز
و بعد از او روی ایترنت زیرو رایت کلیک میکنم دو پراپرتیز میرم و بعد از او اینترنت پروتکل ورژن 4 کلیک میکنم ایجا بیون آی پی ازی چیستا؟ توستا دا گتوه شما چکار میکنن آی پی ادرسی او نمو کمپیوتر اول نوشته میکنن 192.168.168.11 ایر نوشته میکنن اوکی کلیک میکنم بعد از او اوکی کلیک میکنم اگر نوشته نکنین هم مشکل جور نمیکنه که نوشته شو بسیار خوب است و اگر شما از طریق وایرلس راوتر کمپیوتر را با هم وصل کردین یا شبکه محلی جور کردین و یا هم از طریق اکسس پوینت باید شما آی پی ادرس لوکال ایریا لین آی پی ادرس نمو اکسس پوینت یا وایرلس راوتر شما باید دیجا نوشته کنین بعد از او میایم دیج دا پیشتی تو که هست دا اینجا آمدیم دا اینجا ما اگر شما میخوان آی پی ادرس ببینین دا اینجا رایت کلیک میکنم بعد از او میایم دا کدام جای دا بخشی چینج اداپترز آپشن یا اداپتر آپشنز و بعد از او ایترنت زیرو آنا زیرو رایت کلیک پروپرتیز میرم و بعد از او دا انترنت پروتوکول ورژن 4 دبل کلیک میکنم دا اینجا ببینین آی پی ادرس چیستا 192.168.1. 3 و دا اینجا هم گیتویش نوشته میکنیم 192.168.1.1 آی پی ادرس کمپیوتر اول که بنامه کویک بوکس سرور یاد میشه خوی کار که کردیم حال شما ببینین اگر ما بیایم دا کویک بوکس سرور یعنی دا پی سی وان بیایم از طریق ازی ما هر کمپیوتر که بخوایم چک کنم که امرایز وصل است یا نیست میرم از طریق سی ام دی را که باز کردیم از طریق ازی اونمو آی پی ادرس پنگ میکنم مثلا پنگ میگم 192.168.1.3 کمپیوتر سوم پنگ میکنم که آیا ما از طریق شبکه به اونا وصل هستم یعنی وقتی که انتر کلیک کنم برای ما چی میکنم؟ جواب میده به این معنی که ما از طریق نتورک با کمپیوتر سومی چیستم وصل هستم و هیچ نوع مشکل وجود نداره با مو شکل میتونم که پی سی 2 را پنگ کنم و پی سی 3 را پنگ کنم و از طریق اینمی پی سی 2 و پی سی 3 کس میتونم که کویک بوک سرور هم پنگ کنم که آی پی ازی چیستا 192.168.1.1 است خب آل اگر بخوایم که اینمی کمپانی فایلی که ده اینمی کمپیوتر اولی که بنامه کویک بوک سرور یاد میشه باز شدگی استفاده کنم در پی سی 2 چی کار میکنم میایم درن ای را ما از طریق آی پی هم اکسس کرده میتونم و از طریق پی سی نیم هم میتونم اکسس کنم یعنی از طریق نام کمپیوتر فعلا از طریق آی پی ادرس ایرم اکسس میکنم دو دانه بکورد سلش نوشته میکنم ایره بکورد سلش میگه و ایره فارورد سلش میگه دو دانه بکورد سلش و بعد از او آی پی ادرس ایرم کمپیوتری که شما میخواین او را اکسس کنین نوشت باید نوشته کنیم 192.168.1.1 آی پی ادرس کمپیوتر اولی است که به نام کویک بوکس سرور یاد میشه که در اوجا کمپانی فایل اصلی کمپانی ما موجود است و او را از طریق سافتویری که به نام کویک بوکس دیتابیس سرور منیجر یاد میشه شیر کردیم بعد از او انتر کلیک میکنم وقتی که انتر کلیک کردیم چون ما این را قبلا این کار کردیم پاسورد چیزایی زو که است دیجا ثبت است به بار اول وقتی که شما این کار میکنین از شما یوزرنیم و پاسورد اینمی کمپیوتر میخواه اینمی کمپیوتر نیست یوزرنیم پاسورد از این از پیشتان میخواه این چرا نخواست از پیشم بخاطر از اینکه ما این قبلا این کار کردیم پس اینجا ببینید اونمو کمپانی فایلی که در اوجا در روی دسکتاپ بود بیاین شما ما ایر مینمایز میکنم اینمی کویک بوکس مینمایز میکنم در اینجا میبینید کویک بوکس یا کیو بی کمپانی اینمی را برای ما از طریق اینمی نتورک چی کرد باز کرد حالا اگر ما بخوایم ایر باز کنم روی ازمی فولدر دبل کلیک میکنم چیزی که داخل اون فولدر است برای ما در اینجا نشان میده به نام ای بی سی کمپانی در اوجا بود در اینجا واسه ایر ما دبل کلیک میکنم وقتی که دبل کلیک کنم اینمی کمپانی فایل برای ما چی میشه باز میشه یک چند لحظه ایجا شما باید انتظار بکشین خب مثل سابق ایجا هم از پیش ما یوزر و پاسورد میخواه این یوزر از کجا شد؟ این یوزر ما در کمپانی اصلی در کمپانی فایل اصلی که در اینجا است در اینجا ما جور کردیم از کجا شما میفهم بیاین در کمپانی فایل باز کنین در بخش کمپانی بیاین در اینجا که آمدیم دا بخش کمپانی بارز د یوزرز بین د وی وی یوزرز ببینین یک یوزر به نام اډمن است که د می کمپیوټر با سود پی سی 1 با سود دغهش به نام اجمل است دغهش به نام اسلام است خو به کمپیوټر دومی که است اینی کمپیوټر مربوط اسلام میشه و کمپیوټر سیمی مربوط اجمل میشه اجمل از طریق یوزر خود لاگین میشه و اسلام از طریق یوزر خود لاگین میشه ای هم پاسورد داره و ای هم پاسورد داره خب ما میریم د ایجه د پی سی 2
در اینجا ببینید یوزر به نام اسلام است، در اینجا پاسوردش نوشته میکنم، پاسورد از چی است، هر چی که است پاسوردش او را باید شما نوشته کنین. بعد از او اوکی کلیک میکنم. به مجرد که شما اوکی کلیک کنین پاسوردتون درست باشه، اونمو کمپانی فایل از طریق نتورک یا شبکه محلی برای شما چه میشه؟ باز میشه. و در قسمت بالا نام کمپانی را برای ما نشون میده که کمپانی فایل که شما باز کردین به نام ای بی سی یاد میشه. و در اینجا برای ما میگه که این کمپانی فایل شما در ملتی یوزر مود باز کردین. اگر سنگل یوزر مود باشه ما نمیتونیم یک کمپانی فایل همزمان در روی شبکه محلی از طریق چندین کامپیوتر رو باز کنیم و او را اکسس کنیم. به مو خاطر من پیشتر گفتم که شما وقتی که کمپانی فایل میخواین که از طریق ملتی یوزر مود اکسس کنیم، باید دمو کمپانی که دمو کامپیوتری که به نام سرور یاد میشه در اوج کمپانی تون باز کنین و در فایل بین او را سویچ ملتی یوزر مود کلیک کنین. چون فعلا ملتی یوزر مود است، ایجا برای ما سنگل یوزر مود میاره. به شکل نرمال وقتی که شما یک کمپانی را جور میکنین در برنامه کوی بوکس، در اونجا ملتی یوزر مود نمیباشه، سنگل یوزر مود مود می باشه. شما رو میتونید به ملتی یوزر مود چی کنین تبدیل کنین، یعنی بجای سنگل یوزر مود ملتی یوزر مود. دینجا میاد به مو شکل میاد در کامپیوتر سیومی شما ببینید. دینجا هم مو کمپانی فایلی که از طریق نتورک شبکه محلی مو را شیر کریم میخوام اینجا استفاده کنم. چه کار میکنم؟ میام در رن که اومدم دمی رن می کامپیوتر، دینجا که اومدم دارن اونمو ای پی ادرس کمپیوتر اول یعنی کویک بوکس سرور نوشته میکنم. بعد از اون انتر کلیک میکنم. انتر که کلیک کردین شما اونمو چیزی که از طریق کمپیوتر اول یا کویک بوکس سرور شیر شده او را برای ما نشان میده. برای ما میگه که او نفر کس یا دو فولدر، یک ای خوب به شکل نرمال خودش شیر میشه به نام یوزر یک فولدر و یک فولدر دیگه که است اونا شیر کرده به نام کویک بوکس کمپانی سر. ای را ما میگم دبل کلیک میکنم تا باز شوه. در اینجا باز اونمو کمپانی سیری دبل کلیک میکنم. یعنی شما ببینید که این کمپانی که از طریق شبکه محلی شیر شده بود، یعنی ما او را باز کرده رئیستم و او برای ما باز میشه. و بعدا که است ما میتونم که دو دیتا را انتری کنم و بعضی معلومات مالی را ثبت کنم. خب در اینجا برای ما میگه که یوزر به نام چیست، یوزر به نام اجمل است، پاسوردش چیست، پاسوردش نوشته کو برزو اوکی کلیک کو. اگر پاسورد و یوزر دقیق باشه برای شما کمپانی فایل باز میشه، اگر دقیق نباشه و کمپانی فایل برای شما باز نمیشه. خب شما ببینید در اینجا هم برای ما میگه که کمپانی که تو باز کرده به نام ای بی سی یاد میشه و این خو ورژن کویک بوکس است که من استفاده میکنم. و در اینجا برای ما میگه که این ملتی یوزر مود می کمپانی فایل تو چی میشه، باز شده یا باز میشه. خب ببینید شما همزمان هم در این کامپیوتر و هم در کامپیوتر دوم و هم در کامپیوتر اولی ما امو یک کمپانی فایل باز کردیم. خب ما میایم چی میکنم؟ میرم میبینم لیست وندرهای خود. وقتی که روی وندرز کلیک کنم شما ببینید دیجا برای ما میگه که شما فعلا در برنامه کویک بوکس یک وندر دارین به نام الکوزیس. به طور مثال نفر سیومی که مو فایننس منیجر است در منزل سوم است، اونا چی میکنن از طریق امی یوزری که از طریق ازو امی کویک کمپانی فایل کویک بوکس باز کرده، میای د وندر یک وندر اضافه میکنه یا د می وندر کی د اونجا است د یک ترانزکشن سب میکنه. فعلا د هیستوری از هیچ ترانزکشن نیست. ما چی میکنی یک وندر جدید اٹ میکنم. میام د نیو وندر که آمدم نوشت یک وندر نوشتم میکنم به نام علی بابا یک وندر ما شما است و د کمپانی نیم شم میام علی بابا نوشته میکنم. بس خلاص دیگه چیز نوشته نمیکنم و اوکی کلیک میکنم. شما ببین به مجرد که من اینجا اوکی کلیک کردم اتوماتیکلی د کامپیوترای دیگه خودش اپدیت میشه، هم د سرور مرکزی میره و هم پیش یوزر دومی کی به نام اسلام از اونجا میره. اینجا ببین شما لیست وندران خود باز کنین، سابقی نبود، حالا که شما اینو باز کنین ببینین که اونمو علی بابا د اینجا چی شده اومده. اگر ما برم د سرور مرکزی د اونجا ببینیم، د اینجا یک دفعه ما کلوز میکنم اثر، چون ایره باز کرده بودم اثر ایره باز کنم، ببینید شما اونمو نام علی بابا کی نام یک وندر ماست اینجا اتوماتیکلی چی میشه، باز میشه. با او خاطر مردم میخواه که کویک بوکس در روی شبکه محلی شیر کنه که یک کمپیوتر به حیث سرور و دیگه کمپیوتر به حیث کلاینت که است از اون سرور استفاده میکنه. فعلا نتورک ما که است ور گروپ است، به شکل ور سرور نیست، ور گروپ است. خب به خاطر از اینکه این سرور مرکزی وجود نداره ور گروپ است. خب ما این مثالش براتون دادم که کویک بوکس شما دیدین یک کمپیوتر ما به حیث سرور مرکزی دوجا استفاده میکنیم در شبکه محلی خود که فعلا جور کردیم و دیگهش بر حیث کلاینت او فقط مون دیتابیس استفاده میکنه، کمپانی فایل استفاده میکنه، دیتای خود انتر میکنه.
هر چقدر دیتایی که اینمی در کمپانی فایل خود انتر کنه ای دیده میتونه و ای دیده میتونه و هر چیز معلوماتی که ای انتر کنه ای دیده میتونه و ای دیده میتونه. به طور مثال شما ببین ای علی بابا را مازی دیلیت میکنم، رایت کلیک کردم، اینی وندر ما مکمل چی کردم؟ دیلیت کردم. باید 100% دمی کمپانی فایل های دیگه در اینجا دمی کمپیوتر های دیگه او هم چی شوه؟ آپدیت شما ای را یک دفعه کلوز میکنم. وقتی که کلوز کنم دوباره که باز میکنم 100% دیلیت می باشه. سل کنی شما در اینجا دیلیت شده. همچنان در کمپیوتر دیگه که ایره من کلوز کنم چون باید یک دفعه رفرش شوه. حالا وقتی که ویندرز ما باز روش کلیک میکنم چه میشه؟ اتوماتیکلی در کمپیوتر هم او دیلیت شده. خب ای بود طریقه شیر کردن کمپانی فایلی کویک بوکس روی شبکی محلی. به خاطر که شما این موضوع را دقیق تر بفهمید ما چه کار میکنم، امی ویدئویی که فعلا ریکارد از جریان داره ایره ما پاس میکنم و تمام تنظیماتی که کردیم ایره از بین میبرم و از الف تا یا تنظیمات از سر انجام میتونم تا شما از الف تا یا تمام مسائل خوبتر و دقیق تر یاد بگیرین. خب دوستا، قسمی که ما یادآوری کردم ما تمام تنظیمات که از بین بردم و میخوام این پروسه را از صفر تا انتها با شما عملی کار کنم. خب میایم چی میکنم؟ برنامه کویک بوکس مکمل بسته میکنم. برنامه کویک بوکس ما بسته شد. اولین کاری که ما شما میکنیم باید به کمپیوتری که از طریق ازو امی کمپانی فایل شیر میکنیم در روی شبکه بر ازو آی پی بتیم. کمپیوتر فعلی ما که از سرور کویک بوکس است، یعنی پی سی 1 است که رئیس استفاده میکنه، اینه میره میام در اینجا روی نیتورک رایت کلیک میکنم، اوپن نیتورک این انترنت سینکس در اینجا میام و بعد از او در قسمت که از چینج ادابتر آپشن انتخاب میکنم و بعد از او در ایترنت زیرو در اینجا میام آی پی ادرس به کمپیوتر اساین میکنم. در اینجا باز انترنت پروتکل ورژن 4 انتخاب میکنم، تی سی پی آی پی ورژن 4 و آی پی را برش ساین میکنم. آی پی ما چند بود؟ 192.168.1.1 بود. سبنت ماسک خودش میگیره. بعد از اوکی کلیک میکنم. وقتی که اوکی کلیک کردی بعد از اوکی کلیک میکنین. بعد از او کار دومی که ما انجام میدیم چه کار میکنین؟ اینمی کمپانی فایل باز میکنم. کمپانی فایل ما در کجاست؟ در روی دسکتاپ یک فولدر است به نام کیو بی کمپانی، ای را باز کنین. داخل ازو به نام ای بی سی کمپانی فایل ماست. اینمی را دبل کلیک کنین. ای را که دبل کلیک کردین کمپانی فایل ما چی میشه؟ باز میشه. البته از پیش شما یوزر و پاسورد میخواه. اگر یوزر پاسورد ما دقیق باشه کمپانی فایل ما باز میشه، اگر یوزر پاسورد ما دقیق نباشه کمپانی فایل ما باز نمیشه. ما پاسورد نوشته کردم، بعد از او اوکی کلیک کردم. چون این کمپیوتری مرکزی است، یعنی سرور است که کمپیوتر است که به حیث سرور ما رو استفاده میکنیم، به او خاطر یوزر ادمین ما در اینجا چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. خب ایره که باز کردیم کمپانی فایل که باز کردیم، اولین کاری که ما شما میکنیم میایم در فایل، در فایل که آمدیم در اینجا ببینین یک کماند است به نام سویچ تو ملتی یوزر مود، ایره باید انتخاب کنیم. مثل که ما قبلا برتون یادآوری کردم، قبلا در اینجا چی بود؟ سنگل یوزر مود بود. چون ملتی یوزر مود نشد در اونجا ملتی یوزر مود شده بود. حالا چون ملتی یوزر مود نشده به خاطر ملتی یوزر مود برای ما میاره، یعنی فعلا سنگل یوزر مود است. ما میخوام ملتی یوزر مود کنیم که چندی نفر همزمان از امی کمپانی فایل استفاده کنه. وقتی که ایره کلیک کردین تمام ویندوهایی که صفحات که باز است برنامه کویک بوکس کلیشه بس چی میشه؟ بسته میشه. و در اینجا برای ما یک مسیج میتاه You can now use this file in multi-user mode. فعلا نمی فایل یا کمپانی فایل تن که اسیر شما به حیث ملتی یوزر مود استفاده کرده میتونین. خب کار ما تنوز تمام نشده، ما خود تانیستیم که از طریق خود کمپانی فایل در داخل کمپانی فایل آمدیم ایره به ملتی یوزر مود تبدیل کنم. حال کار دیگه که انجام میدیم شیر کردن این امی فولدر یا این امی کمپانی فایل است در روی شبکه. چه قسمی رو شیر میکنیم؟ امرای خود کویک بوکس که است یک سافتویر دیگه میاد به نام کویک بوکس دیتابیس سرور منیجر، از طریق ازی ما رو شیر میکنیم. اینطور هم میشه که ما رایت کلیک کنیم از طریق پراپرتیز رو شیر کنیم. خب طریقی اصلی و قانونی برنامه کویک بوکس قسمی است که شما باید کویک بوکس دیتابیس سرور منیجر رو باز کنیم. در کجا است؟ در روی ستارت بیاین، در ستارت که آمدین در اینجا فولدر اصلی کویک بوکس رو پیدا کنیم که در کجا اینستال است. کویک بوکس رو پیدا کنیم، اینی کویک بوکس. در اینجا که آمدین داخل ازی یک فایل است به نام کویک بوکس دیتابیس سرور منیجر، ای را باز میکنین. ایره که باز کردین
ایره ما به خاطر شرکت نمی خود کمپانی فایل استفاده میکنیم. فعلا ببینین شما هیچ نوع فولدر یا کمپانی فایل انتخاب نشده به خاطر شیرینگ. ما چی میکنیم؟ میگیم که یک فولدر مسکن میکنم، میگه فولدر در کجا است؟ از طریق براوزر انتخاب کو. در براوز آمدم بعد چیکار میکنم؟ میگم در روی دسکتاپ یک فولدر است به نام کیوبیک کمپانی، ایره که انتخاب کردی اوکی کلیک کو. بعد از که او را انتخاب کردی استارت اسکن کلیک کو تا اینمی کمپانی فایل که داخل اینمی فولدر است در روی شبکه چی شوه؟ شیر شوه. این کار اگر شما انجام نکنین تمام کارا را پیش ببرین به درد نمیخوره. در اینجا ببینین برای ما میگه که ریپیر سکسسفول، کمپانی فایل ما چی شد؟ در روی شبکه شیر شد. در این کمپیوتری که به نام سروری کویک بوکس یاد میشه دیگه کدام کار را انجام نمیدیم. چی میکنیم؟ به کمپیوتر آی پی میدیم و میریم در خود کمپانی فایل در اوجه از سنگل یوزر مود تو ملتی یوزر مود را انتخاب میکنیم و بعد از اینمی کمپانی فایل از طریق کویک بوکس دیتابیس سرور منیجر ما را چی میکنیم؟ سکان میکنیم شیعه تا شیعر شوه. کار دومی که انجام میدیم میان در پی سی تو، در پی سی تو که آمدی برای زو آی پی میدیم. باز در روی اینمی نتورک رایت کلیک میکنم، در اینجا باز میریم اوپن نتورک انترنت سیتنگز و برای این کمپیوتر چی میکنیم؟ آی پی میدیم. چینج اداپتر آپشنز انتخاب کردم و ایترنت زیرو انتخاب دبل کلیک کردم، در پراپرتیز رفتم و در اینجا انترنت پروتکل ورژن 4 انتخاب کردم، آی پی میدیم برش. آی پی ازی چند بود؟ 192.168.1.2 و سبنت ماسک خودش میگیره. گیتوی ما چند بود؟ 192.168.1.1 است. ای آی پی رو شما میتونین بدل خود بتین آی پی رو، البته آی پی بتین که دقیق باشه، درست باشه. کسایی که نتورک خوانده باشه اونا میفهمه که کدام آی پی رو، کدام رنج آی پی رو ما به کمپیوتر خود اساین کرده میتونیم و کدام رنج آی پی رو ما به کمپیوتر خود اساین کرده نمیتونیم. اوکی کلیک کردیم، بعد از اوکی کلیک کردیم و بعد از اوکی کلیک کردم یک دوستا چی کار میکنم؟ میرا انتی وایرس ویندوز ریفندر انتی وایرس یا فایر وال یا غیر فعال میکنم. نه، به خاطر شیرینگ کویک بوکس که شما نیاز ندارین که انتی وایرس غیر فعال کنین و یا هم فایر وال کمپیوترتون غیر فعال کنین. اگر او دومین فایر وال باشه یا پبلک یا پرایوت نتورک فایر وال باشه ضرورت نیست شما او را غیر فعال کنین، فقط آی پی را که اساین کنین. یک چیز دیگه هم هست که او از یاد نره، هر وقت که شما آی پی رسان کردین بعد از کار دیگه که انجام میدین میرین در نتورک انشیرینگ سنتر، دیجی که آمدین در تمام کمپیوتر، در تمام کمپیوتر در چینج ادوانس شیرینگ سیتنگز در اینجا میاین و در قسمت که است ام در آل نتورک میاین ترن آن انتخاب میکنین و ام میاین در می پبلک و ام در پرایویت. در کل از یا که شیر انتخاب میکنین turn on file and printer sharing, turn on network discovery ایر انتخاب میکنین تمام کمپیوتر ای کار انجام میدین تا کمپیوتر در روی شبکه چی شوه؟ دیسکاور شوه. ای کار که انجام دادین بعد از میم در تمام صفحات باز بسته میکنم در پی سی 3 میم، در پی سی 3 که آمدیم باز در می نتورک میم در اوپن نتورک این انترنت سیتنگ در اینجا میم و بعد از او چی کار میکنم در چینج اداپتر سیتنگ می آپشن میرم و در اینجا هم برای زی کمپیوتر ما هم آی پی رو چی میکنیم؟ اساین میکنیم. خب آمدم در اینجا آی پی ازی چند است؟ 192.168.1.3 و سبنت گیتویز چند است؟ 192.168.1.1 و بعد از او اوکی کلیک میکنم، بعد از او اوکی، بعد از او کلوز و به مو شکل چی کار میکنم؟ میایم در بخش نتورک این شیرینگ سنتر در اینجا باز در چینج ادوانس شیرینگ دی سیتنگز در اینجا که آمدیم تمام از اپشن ها رو چی میکنیم؟ ما آن میکنیم. اگر پرایویت نتورک باشه پبلک نتورک باشه ایره آن میکنیم. ایره که آن کردیم بعد از چی کار میکنیم؟ یک دفعه از امی کمپیوتر سرور را پنگ میکنیم که ما با کمپیوتر مرکزی خود که دو کمپانی فایل اصلی برنامه کویک بوکس در اوجه موجود است و شیر شده ما قد زود ارتباط هستیم یا اونا جواب میتن برای ما نمیتن. میرم درن رفتم رن چه قسم باز میکنم؟ ویندو بتن میگیرم در کیبورد آر کلیک میکنم تا رن باز شوه. در اینجا سی ام دی نوشته میکنم و بعد از او نوشته میکنم یک کماند است به نام پینگ و بعد از او آی پی ادرس نوشته میکنم، فاصله آی پی ادرس 192.168.1.1. اگر کامپیوتر برای ما جواب داد به این معنی که ما از طریق نتورک فعلا با سرور مرکزی کویک بوکس وصل هستیم، کویک بوکس که هستم. دیدین شما اینجا برای ما جواب داد، به مو شکل چی کار میکنم؟ میان در کمپیوتر دومی از این طریق هم سرور چی میکنم؟ پینگ میکنم. میان درن در سی ام دی میرم و بعد از او سی ام دی بعد از او پینگ میکنم چی را؟ آی پی کمپیوتر سرور
192.168.1.1 انتر کلیک میکنید شما ببینید این کامپیوتر هم با سرور مرکزی فعلا گپ زده میتونه و اونا جواب میده برشان و کامپیوتر سیومی ما هم به خاطر از اینکه عرصه آی پی گرفته آی پی گفتم هر وقت که شما میخواین که در یک شبکه کامپیوترهایتون با هم گپ بزنه باید به تمام دیوایس ها که میخواین گپ بزنه کامپیوترها که باید آی پی داشته باشه خب این کار شد دی کامپیوتر هم آی پی اسان شد دی کامپیوتر هم آی پی اسان شد و در نتورک شیرینگ رفتم و آپشن دیسکوری رو هم چی کردم اینبل کردم آل میم در بوک سرور کی کامپیوتر اصلی ماست دی جو آپشن از می بینیم که اینبل است یعنی ما خو فکر میکنیم که اینبل است چون از قبلا او ما اینبل کرده بودیم باز میم دی در نتورک ان شیرینگ سنتر د اینجا که آمدیم د چینج ادوانس شیرینگ آپشن د اینجا ببین شما اینیبل است ضرورت نیست که ما ایره دست بزنیم چون اینیبل است آلی اگر ما بخوایم که از طریق پی سی 2 اینمی کمپانی فایل که در کمپیوتر مرکزی که به نام کویک بوک سرور یاد میشه اوج موجود است او را اکسس کنیم هم از طریق ران میتونیم که از طریق آی پی میتونیم که در ران بریم آی پی مو کمپیوتر مرکزی رو نوشته کنم و هم از طریق پی سی نیم سل کنم ما از طریق آی پی را اکسس میکنم دو دانه بکورد سلاش نوشته میکنم 192.168.1.1 آی پی کدام کامپیوتر است؟ کامپیوتر مرکزی که به نام پی سی 1 یاد میشه که به حیث یک کویک بوک سرور ما را استفاده میکنیم بعد از اوکی کلیک کنیم اوکی که کلیک کردیم ببینین با بار اول وقتی که شما سرور اکسس میکنید به اینی شکل یک صفحه برای ما باز میشه که قبلا باز نشد چرا باز نشد که ما قبلا پاسورد نوشته کرده بودیم د اینجا د مور چوایس میم د مور چوایس که آمدین یوز دیفرنت اکاونت د اینجا یوزر نیم اونم کامپیوتر نوشته میکنید کامپیوتر اولی ما شما اینمی کامپیوتر یوزر نیم از این کامپیوتر چیستا به نام کویک بوک سرور یاد میشه کویک بوک سرور یوزر نیم از یاد میشه خب ما چیکار میکنم میایم د اینجا اگه میخواین یوزر نیم رو ببینین د کنترل پنل برین در کنترل پنل که آمدین رای آسان دی یوزر اکاونت برین دی یوزر اکاونت که رفتین اینجا ببین نام از یوزر چیست به نام کویک بوک یا کیو بی سرور یاد میشه خب پس دی اینجا در می پی سی 2 که هسته دی اینجا نام او نمو نام نوشته میکنی نام ازو چیست کیو بی کلیک کنین اینجا کیو بی سرور نوشته میکنین و پاسوردش دی اینجا نوشته میکنین پاسوردش که هر چیز باشه و نمو پاسورد شما چی میکنید اینجا درج میکنید و اگر اینی آپشن انتخاب کردین شما ریمبر مای کریدنشل باز در آینده اگر شما از طریق آی پی و نمو کامپیوتر مرکزی را اکسس میکنین از شما یوزر پاسورد نمیخواه مستقیم اون فایل که شیر شده او را برتن باز میکنه ای را کلیک کنین بسیار خوب است بعد از اوکی کلیک میکنم اگر یوزر پاسورد ما صحیح باشه اون کمپانی فایل برای ما چی میشه باز میشه ببینید شما از طریق کمپانی کویک بوکس سرور کمپیوتر که هسته ما اینمی کمپانی فایلی که بر مربوط به کویک بوکس میشه ایرو ما شیر کرده بودیم به مو شکل میایم در کدام جا در پی سی 2 در پی سی 3 در اینجا که آمدم در اینجا ای دفعه چی کار میکنم به جای آی پی نام مو کمپیوتر رو نوشته میکنم نام کمپیوتر سرور کویک بوکس چیسته چه قسم شما معلوم کرده میتونین روی مای کمپیوتر چی کار میکنین رایت کلیک میکنین میرین در پراپرتیز در اینجا که آمدین بعد از دیجه برای ما نام کامپیوتر نشان میده دیوایس نیم ما چیسته کیو بیستا پس در هر کامپیوتری که شما میخواین کامپیوتر مرکزی را سرور مرکزی را از طریق نام پی سی نیم شما اکسس کنین چی کار میکنین بعد از باز هم دو دانه بکورد سلش نوشته میکنین و نام کامپیوتر نوشته میکنین نام کامپیوتر چی بود کیو بی بود انتر کلیک میکنین وقتی که انتر کلیک کردین شما ببینین اسپیش ما یوزر و پاسورد اونم کامپیوتر مرکزی را میخواین یوزر از چیستا کیو بی سرور است پاسوردش چیست پاسوردش که است اینمی پاسوردش است ایره نوشته میکنم و ایرم کلیک کردم بعد از اوکی کلیک میکنم شما دیدین که کمپانی فایل دیجه برای ما هم چی شد باز شد آل میرم د کمپیوتر مرکزی د اوجا امی کمپانی فایل اول دیجه باز میکنم ای بی سی دیجه باز کردم امی کمپانی فایل کویک بوکس که به نام ای بی سی ما جور کردیم یک سیمپل کمپانی فایل است و بعد از او یوزر نیم و پاسورد خود نوشته میکنم این تیار باز شدگی است دیجا میرم در پی سی 2 در پی سی 2 هم چی کار میکنم این همی کمپانی فایل باز میکنم میبینیم که باز میشه یا نمیشه اگر باز شد به این معنی که سیستمی ما همین نتورکی که ما جور کردیم دقیق است درست یا پروسه که ما پیش بردیم مکمل دقیق است هیچ نوع مشکل در این پروسه نیست یک کمی انتظار میکشید شما ببینید صفحه برای ما باز شد اسپیش ما پاسورد میخواد پاسورد ما هر چی که بود اون نمبر نوشته میکنیم بعد از او اوکی کلیک میکنیم اگه یوزر پاسورد ما صحیح باشه کمپانی فایل برای ما چی میشه باز میشه این شما ببینید این کامپیوتر هم دی ملتی یوزر مود امو کمپانی فایل اصلی برای ما باز شد الی میم د پی سی 3 که هسته هم میره باز میکنیم اونم کمپانی فایل
double click کردم یک چند لحظه منتظر میشیم و بعد از او که است برش یوزرنیم پاسورد رو نوشته میکنیم و بعد از او که ای بود طریقی اصلی و اساسی شیر کردن کویک بوکس روی شبکه محلی. زیادتر دوستان راجع به این مسئله پرسان میکنند به شما که اونا مشکلات داره، پس اگر شما هم با اینی مشکل رو بروستین شما اینی پروسه را تکرار کنین، انشاءالله ما یقین داریم که شما این پروسه را مکمل یاد میکنین و خودتان توانایی زیر پیدا میکنین که در یک ارگانیزیشن یا در یک دفتر این پروسه را تطبیق کنین. این شما میبینین که در سه جای اونمو یک کمپانی فایل ما از طریق لوکال ایریا نتورک یا شبکی محلی او را اکسس کردم و فعلا میتونم او را استفاده کنم. پس ای بود دوستا درس امروزی ما که راجع به ستاپ کردن ملتی یوزر مود بود در روی شبکه محلی. اگر باز هم کدام سوال دارین این شماره واتساپ ماست و این ایمیل ادرس ماست. اگر کدام نوٹ راجع به کویک بوکس یا اکاونتینگ کار دارین دینی می ایمیل ادرس برای ما ایمیل کنین، ان شاء الله ما در خدمتتون هستیم. ای بود درس امروزی ما که راجع به ستاپ کردن ملتی یوزر مود در روی شبکه محلی بود.